روز دوم ثور که برابر با 22 آپریل است، روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده است. این روز به ما یادآور می شود که باید بدانیم بسیاری از رفتارهای غلط انسانها باعث آلودگی و به خطر افتادن زمین می شود. روز دوم ماه ثور مسماست به اسم زمین پاک و این روز را مسما کردن که ما به این بهانه به یاد زمین بیفتیم و از آنجایی که یک انسان و یا یک موجود به شدت وابسته به محیط و زمین هستیم، بنابراین نیاز هست که یک یادآوری باشد برای این که ما به یاد زمین بیفتیم و این محیط و این زمینی که داریم درش زندگی میکنیم را به یک نحوی به فکرش باشیم و به حالش برسیم و اگر اشکالات وجود داره درست بکنیم. روز 22 آپریل مصادف با 2 ثور متعلق است به روز زمین پاک و شعارش هم این است که ما باید زمین را پاک نگه داریم. استفاده بی‌رویه از وسایل نقلیه شخصی که دود تولید می کنند، استفاده زیاد از پلاستیک و مواد پلاستیکی، آتش روشن کردن در جنگل ها، مصرف گرایی که باعث تولید بیشتر و ایجاد کارخانه های آلاینده بیشتر می شود، بازیافت نکردن زباله ها، بدرفتاری و خشونت با حیوانات و گیاهان و سایر موارد باعث به خطر افتادن زمین می شود. بر اثر فعالیت هایی که در زمینه سوخت های فسیلی صورت می گیره، موتر های کهنه است، انجین های کهنه است، فابریکه های تولیدی هست که در قسمت تولید انرژی خود از زغال سنگ استفاده می کنند و سوخت زغال سنگ، و متاسفانه در خانه های ما هم با بی‌توجهی که در قسمت استفاده از زغال سنگ برای تسخین خانه ها صورت می گیره در زمستان، تمام اینا دست به دست می‌تا و هوا را آلوده می سازه، هوایی که ما تنفس می کنیم و بر روی زمین وجود داره و از احتیاجات اولیه موجودات زنده است. عواملی که بیشتر محیط زیست ما را یا زمین ما را که خانه همگی ما هست تهدید میکنه، نقش برجسته اکثرا انسان ها در آلوده کردن محیط زیست دارن، از طریق آلاینده هایی که استفاده میکنن، از طریق مواد شوینده ای که استفاده میکنن، مواد رادیواکتیو، موادی که باعث میشه پوشش گیاهی خراب بشه، یا حتی آلودگی های صوتی که در زمین به وجود میآید، همه اینها باعث میشه که زمین تحت تاثیر قرار بگیره. و مهمترین و خطرناکترین این عوامل گازهای گلخانه ای هستند، یا گازهایی که باعث میشه زمین حالت یک گلخانه را بگیره و در اثر این گرمایش بیش از حد خیلی از منابع طبیعی ما، حیوانات، انسانها، موجودات زنده یا حتی موجودات خیلی ریز میکروسکوپی یا ذره بینی از بین برن و خیلی آسیب‌های فراوانی را میتونه در پی داشته باشن. در عصر تکنولوژی و پیشرفت‌های صنعتی که هر روز زمین بیشتر مورد آسیب قرار میگیرد، هر کدام از ما می توانیم با مراقبت و نگهداری از طبیعت زمین را از آلودگی بیشتر نجات دهیم. اگرچه سهم زیادی از این مراقبت در دست دولت مردان و افراد قدرتمند در دنیاست، اما این باعث نمی شود که ما به نوبه خود برای داشتن زمین پاک تلاش نکنیم و جلو آلودگی را نگیریم. برای پاک نگه داشتن این محیط، خب تلاش هایی هم باید در این زمینه صورت بگیره و آلوده شدن محیط و جایی که ما زندگی میکنیم که بر روی این زمین باز هم باشه، طبیعتاً تلاش هایی باید صورت بگیره. اگر هر فردی، این اگر در یک حد فردی مد نظر بگیریم این کار صورت بگیره، قطعاً محیط خودش، محیط شخصی خودش سالم هست و ای اگر همه مردم جهان این کار انجام بدن، قطعاً ما یک جهان سالم خواهیم داشت. سیاره‌ای که ما در آن زندگی میکنیم، یعنی زمین، با دیگر سیارات فرق دارد، زیرا در جو آن اکسیژن وجود دارد و به این خاطر است که زیستن در آن امکان پذیر شده است. زمین همچون یک مادر با ما که ساکن آن هستیم مهربان است. ما در آن نفس میکشیم و زیست میکنیم و لذت میبریم، اما آیا ما نیز با زمین مهربان هستیم؟ اگر ما توقعی ایده داریم که
یک زمین پاک، یک زمین صاف و هوای صاف و محیط زیست سالم داشته باشیم، اولا باید برخوردهای خودمان را به حیث یک انسان با محیط زیست اطرافمان و خصوصا با زمین که منبع تمام چیز هست، منبع حیات هست، اگر آب بیرون می آید از زمین هست، اگر گیاه بیرون می آید از زمین هست و ما از این استفاده می کنیم، به حیث یک انسان هوشیار و یک انسان عاقل باید برخوردمان را با زمین اطرافمان حداقل درست بکنه. در استفاده از زباله ها، در استفاده از مواد خوراکی و اضافات را که ما دور می ریزیم، حتما باید توجه بکنیم تا یک زمین صاف و عالی و آماده کشت و زراعت داشته باشیم. زمین خانه ماست، اما باید بدانیم که ما انسان ها تنها ساکنان این خانه نیستیم. همه حیوانات و گیاهان و به طور کل همه موجودات زنده در این زمین خانه دارند و بنابراین آنها هم حق و حقوقی دارند. آنها هم می‌خواهند زندگی کنند و سالم باشند. پس مراقبت از حیوانات و گیاهان نیز وظیفه هر انسان با وجدان است که نه تنها به آنها آسیب نمی‌زند، بلکه در مقابل آسیب زنندگان و دشمنان طبیعت می‌ایستد و جلوی آنها را می‌گیرد. چون زمین خانه ما هست، نه تنها خانه ما انسان ها، بلکه خانه تمام موجودات زنده و غیر زنده که در اینجا قرار دارم. بنابراین اگر زمین دچار عوارض شود یا دچار آلودگی شود، نه تنها که ما ضرر میبینیم، بلکه خیلی از موجودات دیگه هم در اینجا ضرر میبینن، متضرر میشه که معمولا در این اواخر خصوصا با رشد صنایع و تکنولوژی زمین بیشتر دچار تغییر و تحول شده، چه از لحاظ آلودگی آب، چه از لحاظ آلودگی هوا و همچنان چی از لحاظ آلودگی صوتی که ایجاد میشه. اینا کلا نقش داره در روی عملی تخریب خود زمین پاک. مثلا در سالهای اخیری که مشاهده کردیم، بارانباری ها در غیر فصلش صورت میگرفت. بارانهایی که میباره اکثرا برای زمین های زراعتی مناسب نیسته، چون بارانها کم کم با آلوده شدن هوا اسیدی میشه و برای خود زمین های زراعتی به علاوه که فایده نداره مضر هم هست. کشت و کار کم شده، مواد مثلا که موادی که طبیعی هستن مثل سبزیجات یا میوه‌جات اکثرا چون زمین ها حاصل نمیدن، زمین ها نابارور شدن، گلخانه‌ای شدن و کیفیت و خاصیت قبلیشون از دست دادن. آسیب به چرخه طبیعت نهایتا به آسیب به خود ما منجر می شود. اگر در قسمت سوخت و سازهای سوخت‌های فسیلی یک تجدید نظری داشته باشیم و از انرژی‌های جایگزین استفاده کنیم، مثل انرژی آفتاب، انرژی باد و انرژی حاصله از فشار آب، ما می‌تونیم بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم و سوخت‌های فسیلی را استفاده نکنیم تا اینکه گازهای گلخانه‌ای تولید نشه و باعث گرم شدن سطح زمین نشه که این عواقب بدتری را پیرامون خود برمقام بیاره. خود خداوند یک صفت داره به نام حفیظ، یعنی محافظت کننده، و ما انسان ها هم باید این صفت در خودمان پرورش بدیم. یعنی ما باید به عنوان نماینده خداوند در روی زمین از امانتی که خداوند که زمینش هست از او محافظت کنیم و دیگه اینکه خودمون رو در قبال زمین ما مسئول بدانیم. این وظیفه شخصی ما هست که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد حدیثی دارن که میگن زمین به مسابه مادر شماست، به او حرمت بگذارین و هر کاری که شما در روی زمین انجام میدین، زمین او را در پیشگاه خداوند گزارش خواهد داد. وظیفه شخصی ما این هست که خودمان را ملزم بدانیم به رعایت قواعد و قوانینی که باعث میشه زمین ما پاک باشه و هر کسی که این قواعد و قوانینی که خداوند برای نگهداری زمین از برای ما وضع کرده را انجام نده، در واقع داره بر علیه سخنان پیامبر، سخنان امیرالمومنین که در مورد زمین گفتن و سخنان خود خداوند که در قرآن ذکر کردن عمل میکنن. هر انسان مسئول است در قبال حفاظت از زمین، چون زمین امروز خانه ما هست. چرا ما بپذیریم یا نپذیریم، زمین خانه ما هست. ما باید در قبالی مسئولیت داریم و ایرا تا جایی را باید ازش محافظت بکنیم، هر کس به اندازه توانش. و وظایف جمعی که ما در مقابل زمین داریم به عنوان افراد جامعه، شهروندها، این هست که اولا بیاییم درخت بکاریم، چون درخت ها واقعا منبع عالی اکسیژن هستند. میتونیم با کاشتن درخت،
کمکی که میتونه از دست ما بر بیایه حداقل انجام بدیم. دومین کاری که میتونیم بکنیم اینه که از وسایل پلاستیکی زیاد استفاده نکنیم، چون پلاستیک جذب محیط نمیشه، جذب زمین نمیشه و باعث میشه که آلودگی های زیادی به وجود بیاره. وسایل پلاستیکی، مثلا پلاستیک هایی که ما خریداری میکنیم، اونا رو کوشش کنیم چیزهای دستساز بسازیم، مثلا پارچه های نخی رو برای خریداری ما انتخاب کنیم. سومیشی است که به عنوان یک شهروند مسئول زیاد از خودروهای شخصی ما، یعنی از موترآلات یا موترسایکل‌های شخصی ما زیاد استفاده نکنیم، کوشش کنیم با وسایل نقلیه عمومی انتقال کنیم، یا اینکه از موترهایی که در دسترس شهروندان قرار دارن استفاده کنن. و دیگه اینکه به عنوان یک شهروند مسئولی که دلش واقعا به حال خانه عمومیش که زمین هست میسوزه، باید مواد سوختی ما را تغییر بدیم. یعنی این مربوط دولت هم میشه که برای شهروندان این زمینه را فراهم کنن که به جای استفاده کردن از زغال سنگ و گاز و چیزهایی که کاربن دای اکساید آزاد میکنن، از منابع انرژی طبیعی استفاده کنن، مثل منبع انرژی خورشید ما، منبع انرژی باد، آب و چیزهایی که نیروی سالم به ما میدن. ما میتونیم با استفاده کمتر از مواد پلاستیکی، پرهیز از ریختن آشغال و مخصوصا زباله های پلاستیکی و خطرناک، مصرف کمتر و استفاده از وسایل نقلیه همگانی، همچنین کارهایی همچون بازیافت، درختکاری، کمک به محافظان محیط زیست در نظافت طبیعت و داشتن زمین پاک کمک کنیم.